رئیس جمهور ترامپ پس از ملاقات با رؤسای اسرائیل امروز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی حضور یافت که از او در شهر مقدس بیت لحم پذیرایی کرد. من مشتاقانم منتظر کار با رئیس جمهور عباس روی دیگر مسائل مهم مانند گشایش ظرفیت اقتصادی فلسطین هستم که در زمان دشوار به سر می‌برد. من چند روز پیش در عربستان سعودی با رهبران جهان اسلام و کشورهای عرب از سراسر منطقه دیدار کردم. ملک سلمان شاه عربستان سعودی مرد هوشیار است. من در این دیدار با رهبران از آنها خواستم تا در یک اتحاد مشترک تروریسم را از سرزمین‌های خود برای همیشه بیرون برانند. آقای ترامپ اظهار داشت که وی از حضور محمود عباس در مذاکرات و تعهد او در برداشتن گام‌های استوار برای مبارزه با تروریسم خوشنود است. من احساس خوشی می‌کنم که آقای عباس در نشست شرکت کرد و روی اتخاذ اقدامات جدی و لازمه برای مبارزه با تروریسم و مقابله با این ایدئولوژی نفرت برانگیز متحد است. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی در واکنش به نظریات رئیس جمهور ترامپ گفت وی آماده است که شریک رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش برای دستیابی به توافق صلح شرقی میانه باشد تا یک دولت فلسطینی در سرزمین های ایجاد شود که اسرائیل نیم قرن پیش آن را غصب نمود. آقای رئیس جمهور، من امیدوارم که این ثبت تاریخ شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کسی بود که صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را اعاده کرد. آقای رئیس جمهور، من در این ماموریت امکان پذیر و برازنده دست مشارکت به سوی شما دراز می کنم. عباس که اندک پس از ملاقات با ترامپ امروز در این کنفرانس مطبوعاتی در شهر بیت لحم صحبت می کرد، اضافه نمود که جنگ با اسرائیل ماهیت مذهبی ندارد. اما مشکل اصلی فلسطینی ها در آنچه نهفته است که با گفته او غصب اراضی فلسطینی و اعمار شهرک ها توسط اسرائیل است. مشکل اصلی ما در اشغال، اعمار شهرک ها و شکست و ناکامی اسرائیل در عدم به رسمیت شناختن کشور فلسطینی به نوعی که ما آن را به رسمیت می شناسیم است و این دستیابی به راه حل دو دولت را تضعیف می بخشد. مشکل ما با یهودیت نیست بلکه با اشغال اراضی است. ما به دین یهودی احترام داریم. توقف بعدی آقای ترامپ به واتیکان و دیدار با رهبر کاتولیک های جهان است. لیلا مهبی بزیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.